دادم بوده و هست. شاهزاده، من به یاد دارم که چند سال پیش از شما پرسیدم که آیا جنبش و خیزش مردم ایران احتیاج به رهبری نداره، آیا نباید یک نفر رهبر باشه و مردم رو رهنمون بکنه که چه باید بکنن و چگونه اعتراض خودشون رو بیان کنن، و شما در پاسخ من گفتید که نه، رهبری باید از داخل مردم به وجود بیاد. و امروز آیا به نظر شما این خیزش مردمی نتیجه وجود دو تا رهبر بود، و یا اینکه این یک حرکت خودجوشه که حتی با کنار رفتن اون دو رهبر ظاهری همچنان ادامه خواهد داشت؟ ببینید، من ممکنه این نیستم که ممکنه شرایطی پیش بیاد باز به علت سرکوب و خفقان این نظام که رهبری‌های درون کشور برای مدتی دستشون بسته تر باشه و این حرکت نمیتونه از اون لحاظ یتیم باقی بمونه، در اینکه خیلی از رهبری هایی که از داخل خود مردم بوده و باعث ادامه این حرکت بوده هیچ شکی نیست. اما با توجه به این که ممکنه در این سناریو سر راه به مشکلاتی بر بخوریم، فکر میکنم که یک سکو و یک پناهگاه بایستی برای جریانات داخل باشه و مقداری کار هم از خارج از مملکت لازم هست در این ارتباط، که من به سهم خود دارم تلاش میکنم که این هماهنگی لازم رو با همرزمانمون در داخل و خارج ایجاد بکنیم تا اتصالشون به یکدیگر و با جهان خارج ادامه داشته باشه برای حفظ تداوم این مبارزه تا سرحد نهایی پیروزیش. و در اینجا میخواهم از شما بپرسم که جای خودتون، مقام خودتون رو در این خیزش جدیدی که به وجود آمده و هر روز گسترده تر میشه چگونه میبینید؟ موضع من، آقای امین، در این 30 سال هیچ تغییری پیدا نکرده. من همیشه به همیهنانم گفتم و باز تکرار میکنم که تنها وظیفه و رسالتی که برای خودم قائل هستم رساندن این مبارزه تا اون روزی است که همیهنانم بتوانند بدن به صندوق رأی و آزادانه برای تعیین نوع نظام و آینده خودشون بتونن انتخاب آزاد خودشون رو انجام بدن، و تا اون روز وظیفه من هستش که این حرکت رو به اون مرحله برسونیم، و در اون روز خواهد بود که تنها وظیفه سیاسی و ملی و میهنی خودم به پایان خواهد رسید، و از اون تاریخ به بعد هستش که آینده مشخص خواهد کرد که هر کدوم ما چه نقشی میتوانیم در بازسازی کشورمون داشته باشیم. من تنها به این مسئله بسنده کردم، روی این مسئله با فشاری میکنم به همیهنانم که از من این انتظار رو میتوانند داشته باشند، و هدف خودم به شکل کاملا شفاف بارها و بارها اعلام کردم، من در هدف نهایی من یک نظام پارلمانی دموکراتیک است، یک نظام سکولار به مفهوم جدایی دین از حکومت و قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، که امیدوار هستم به عنوان یک گزینه باشه که اکثریت همیهنانم هم بتوانند در آن به نتیجه دلخواه برسند. این اعتقاد من هست و این تعهد من هست و عهد من هست با همیهنانم. یعنی از دیدگاه شما مهم نیست که نظام آینده ایران سلطنتی باشه، جمهوری باشه، مشروطه باشه، شما میگویید که دموکراسی و سکولار؟ از همه چیز مهمتر برای من قبل از هر چیزی محتوای نظام هست. اگه محتوای نظام دموکراتیک باشه، در شکل نهاییش یک بحثی است که جامعه باید بر اساس اون لزوم و یا عدم لزوم یک نهادی رو فرض بکنید، در ارتباط با اینکه شکل نهاییش از نظام پادشاهی باشه، مثل فرض کنید ژاپن یا سوئد یا هلند یا فرض کنید اسپانیا، یا به فرم جمهوریش باشه مثل آلمان یا فرانسه یا امریکا، به هر حال این تصمیمی است که جامعه ایران باید بگیره. من به محتواش کار دارم، محتواش باید یک نظام دموکراتیک باشه و قانونمندی و مردم سالاری اساس کار هست و اساس هدف به نظر من. و اجازه میخوام که این رو روشن‌تر و مشخص‌تر بکنیم که شاهزاده رضا پهلوی میگویند من وظیفه و رسالتم این است که مردم ایران به آزادی و دموکراسی برسند و نوع رژیم آینده ایران هرچه باشد اون رو ملت ایران باید در یک همه پرسی گزینش بکنه و تعیین بکنه. کاملا صحیح. بله. و خواستم ببینم که یک دیدگاهی رو ما در روزهای اخیر شنیدیم و اون این است که میگوید ای مردم نرید تو خیابون 22 بهمن ما، چون حکومت ممکنه تیراندازی بکنه و شما کشته بشید و جانتون رو فدا بکنید و به هدر بره
خون شما. آیا این افرادی که خونشون ریخته شد در 8 ماهی که تظاهرات اعتراضی وجود داره و ادامه داره، آیا اینها به ناحق بر زمین ریخته شد و نباید این چنین میشد؟ ببینید، در این که همیهنانمون و جوانای مملکتمون تا پای از دست دادن جانشون در این حرکت رفتند، اگر بخوایم ادامه این حرکت رو نداشته باشیم، جانشون رو از دست دادن بی خود و عبث بوده. بنابراین من فکر کنم از نظر وجدانی و اخلاقی همیهنانمون کاملا آگاه هستند که هزینه آزادی به هر حال موجود هست. در این که تا چه حدی جامعه ادامه و توان و کشش این مبارزه رو خواهد داشت برمیگرده به عزم و اراده این مردم. من باور دارم، عمیقا باور دارم که همیهنانمون امروز به خصوص نسل کنونی اگر تا پای جان داره فداکاری میکنه، به خاطر این هست که نمیخواد نسل دیگری و نسل بعدی خودشون دچار همین مصیبت و گرفتاری بشن که این نسل متاسفانه و نسل قبلیش از بابت این حکومت از زمان بعد به تأسیسش کشیده. یک بار برای همیشه باید به این حکومت پایان داد و فکر کنم امروز مردم حاضر هستن تا پای جانشون مبارزه کنن برای خلاص شدن از این حکومت. شاهزاده، تهدیدی نیست که کلید پیروزی ملت ایران در داخل کشوره و اینکه خود ملت در داخل هستند که باید این خیزش رو انجام بدن و به این هدف و نتیجه برسن. خواستم بپرسم با توجه به اینکه بیش از 3 میلیون نفر ما ایرانی برون مرزی داریم، اونها چه نقشی رو میتونن در یاری رسانی به مردم داخل کشور ایفا بکنن؟ قطعا همونطور که شما گفتید، اساس مبارزه از درون مملکت باز بشه و به دست مردم ایران، و طبیعیش که در این راستا ایرانیان برونمرز بهترین خدمتی که در این راه میتونن بکنن پشتیبانی از همیهنانشون در داخل هست و هرچی بیشتر رساتر کردن صدای همیهنانمون و اعتراضشون در سطح جهانی به چه طریق که میتواند در این ارتباط انجام بدن. اما اجازه بدید این نکته بسیار مهمی که کمتر راجبش صحبت میشه، اما از دید من یک امر بسیار کلیدی و حیاتی است، رو در اینجا مطرح کنم. علی خصوص که شما اشاره کردید به نیروهای ضربتی نظام. ببینید آقای امین، من فکر میکنم یکی از فاکتورهای اصلی انتقال قدرت از این حکومت به حکومت بعدی، نقش بارز و کلیدی نیروهای انتظامی خواهد بود که در این انتقال سهم بسیار کلیدی دارند. اگر نیروهای انتظامی امروز مثل بسیج، مثل پاسدار بدانند که جای اصلی آنها در آغوش ملت است، نه خدمت کردن به این نظامی که کوچکترین ارزشی برای همون ملت قائل نیست. اگر همین بسیجیا و پاسدار امروز یادشون باشه که برای حفظ جان پدران و مادرانی که فرزندانشون امروز در خیابونها دارن راه میروند، سر اونها میخوان تیراندازی بکنن، این کار رو نخواهند کرد. اگر بدونن که در آینده رژیم بقا خواهند داشت و جای خودشون رو خواهند داشت، اگه بدونن که ما بایستی از طریق مسالمت‌آمیز و بدور از خشونت برسیم به اون آینده‌ای که می‌خوایم، اگه ما بایستی یه روزی عفو عمومی و آشتی ملی داشته باشیم، نقش نیروهای انتظامی در این رابطه نقش کلیدی خواهد بود اگر بخوایم این انتقال قدرت بدور از خشونت انجام بگیره. بنابراین امروز هست که تکالیف باید مشخص بشه و فکر می‌کنم اینجاست که نیروهای انتظامی باید بدانند که حراسی نبایستی از ملت ایران داشته باشند. تنها حراسشون از حکومتی باید باشه که ممکنه سر به زنگار در بره و اینها رو تنها بگذاره و اصلا بهشون کاری نداره در اصل. ما باید امروز این عهد و پیمان رو بین خودمون ببندیم که تا کی می‌خوایم این ظلم و این جنایت رو به دست یک عده حاکم و یک مافیا حکومتی اجازه بدیم به هزینه و به خرج و بدبختی یک ملت و گرفتاری‌هایی که فراتر از مرزهایمون در همه جای دنیا ایجاد کرده. در صورتی که ملت ایران خواستش این نیست. ملت ایران ملتی است که به تاریخش، به تمدنش، به هویتش افتخار می‌کنه و ملتی است که همیشه توانسته زمینه صلح و همزیستی رو در تمام سطوح، چه قومی چه مذهبی، نشون بده در دنیا. و این حکومت نمایانگر خواسته اصلی و رفتار و منش و کردار ملت شریف ایران نیست و هرگز نخواهد بود. بایست این بلندگو برگرده به دست مردم راستین کشور ایران.